سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. رئال مادرید امشب در سوپرجام اروپای 2024 در ورشوی ملی ورشوی لهستان به مصاف آتالانتا خواهد رفت. تیاگو آلکانترا فقط تا پایان سپتامبر دستیار هانسی فلیک خواهد بود و او حتی در عکس رسمی فصل بارسلونا نیز حضور نداشت. رئال مادرید یک فصل عجیب و بی‌سابقه را پیش رو دارد، موردی که آرامش کالونجلوتی و رختکن رئال مادرید در تعطیلات تابستانی را برهم زده بود. هریکن میگوید هدف اصلی و اولش در فصل آینده کسب عنوان قهرمانی با بایر مونیخ است. آیس در مقاله انتقادی از بارسا به تضاد بین مدیریت باشگاه و قدرت نسل جوان این باشگاه اشاره کرده و نوشته است که بارسا با این مدیریت راه به جایی نخواهد برد. ورزش بوکس ممکن است به زودی از بازی‌های المپیک حذف شود. دو بازیکن فرانسوی رئال مادرید در تمرین اینتیم هوش‌احساس شدند. شوامینی تکل خشین روی پای کاماوینگا رفت که این باعث شد او با فریاد بلند روی زمین بیفتد و تمرین برای دقایق تعطیل شود. قبل از این که بریم به ادامه گزارش، کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید، با دوستانتان شریک سازید و همچنین کامنت های مقبول خود را زیر همین ویدیو بگذارید. اگر رئال مادرید در ورشو پیروز شود، رکورددار قهرمانی در سوپرجام اروپا خواهد شد. قوهای سپید قصد دارند به اولین تیم تبدیل شوند که 6 عنوان قهرمانی را در این رقابت ها کسب کرده است. بارسا و میلان با 5 قهرمانی در کنار رئال مادرید پر افتخارترین تیم های این رقابتند. رئال فرصت کسب 7 جام را در این فصل دارد و کسب سوپرجام برای کالونجلوتی و باشگاه اهمیت زیادی دارد. کالونجلوتی نیز به دنبال 5مین قهرمانی اش در سوپرکاپ است تا در این زمینه نیز رکورددار شود. دنی کارواخال گلزن فینال لیگ قهرمانان اروپا و لوکا مودریچ استاد خط میانی رئال مادرید می توانند به اولین بازیکنان تبدیل شوند که 5 قهرمانی در سوپرجام اروپا کسب خواهند کرد. نکته مهم این دیدار رونمایی از فاکتور مادریدی هاست. کلیان امباپه قرار است اولین بازی رسمی اش را برای مادرید انجام دهد و این می تواند با کسب نخستین جام او با مادریدی ها همراه شود. آتالانتا پس از کسب اولین عنوان قهرمانی اش در قاره با پیروزی 3-0 مقابل با لورکوزن در فینال لیگ اروپا برای اولین بار در سوپرکاپ حضور دارد. هرچند شانس تیم ایتالیایی برای قهرمانی در این رقابت ها کم است، ولی تیم گاسپرینی به دنبال شکوفتی سازی است. کالونجلوتی سرمربی ایتالیایی رئال مادرید به سایت یوفا گفت: سوپرجام مثل همیشه سخت خواهد بود چون شروعی فصل است و هنوز تمرین زیاد نداشتیم، ولی با اعتماد به نفس کامل به ورشو می رویم. آتالانتا شایسته رسیدن به این بازی است چون یک فصل شکفتنگیز را در لیگ اروپا داشت و تیم‌های بزرگ مثل لیورپول و لیورکوزن را کنار زد. جان پیورو گاسپرینی سرمربی آتالانتا نیز به یوفا گفت: این یک موقعیت فوق‌العاده برای آتالانتا محسوب می‌شود. ما برابر پر افتخارترین باشگاه جهان بازی می‌کنیم، مقابل تیمی که قهرمان شده است. بازی کردن در سوپرجام برابر چنین باشگاه مهم تا همین اواخر برای تیم مثل آتالانتا تصور نشدنی بود. تیاگو آلکانترا یکی از دستیاران هانسی فلیک در شروع مربیگری او در باشگاه بارسلونا است. او به درخواست خود فلیک با بارسا قرارداد موقت بسته و هدف کمک به او برای وقف پیدا کردن سری در باشگاه کاتالون است. فلیک کس را میخواست که به آلمانی و اسپانیایی مسلط باشد، باشگاه بارسا را خوب بشناسد و با بازیکنان هم نزدیک باشد. تیاگو زمانی که بازنشستگی خود را از فوتبال را اعلام کرد همه این پارامترها را داشت. به همین دلیل مربی از او درخواست کمک کرد و تیاگو نیز قبول کرد. او زیر نظر فلیک در بایر مونیخ توانست فاتح لیگ قهرمانان شود. امروز اسپورت نوشت که این همکاری فقط برای حدود 3 ماه بوده است. بنابراین تیاگو در پایان سپتامبر راه خود را از بارسا جدا خواهد کرد. زمانی که امیدوار است فلیک توانسته باشد خودش را با بارسا کاملا وفق دهد. این میلی‌پوش سابق اسپانیایی بدون این که بخواهد در کانون توجه باشد، این مدت به طور کامل درگیری وظیفه خود بوده است. او همواره در تمرینات و مسابقات با فلیک بوده، اما در عکس رسمی کادر فنی حضور نداشت. با این ترتیب تیاگو از ماه سپتامبر باید برنامه جدی برای آینده خود ترسیم کند. به نظر می‌رسد او قصد دارد کلاس‌های مربیگری را شروع کند و روز خودش به نیمکت بارسلونا برسد. دانی کارواخال، فده والورده و کالونجلوتی دیروز در نشست خبری سوپرجام اروپا صدای اعتراض خود را برابر تقویم سختی که در انتظارشان است بلند کردند. طولانی ترین فصل رئال مادرید امشب در ورشو آغاز می شود. 72 بازی، شانس کسب 7 عنوان قهرمانی و تقریبا 11 ماه رقابت. دانی کارواخال گفت: این منطقی نیست و شما نمی توانید این ریتم و سرعت را برای تمام فصل حفظ کنید. ما و خانواده هایمان از آن رنج می بریم. فصل با اولین رقابت در سوپرجام اروپا برای رئال مادرید آغاز می شود و تا ماه جولای با جام باشگاه های جهان به پایان می رسد. راه طولانی که رئال مادرید باید با آن روبرو شود و رختکن را به شدت نگران کرده است. آنجلوتی به محض شروع اولین کنفرانس مطبوعاتی از 150 کنفرانس مطبوعاتی احتمالی فصل خود گفت: این یک فصل بسیار سخت خواهد بود، اما می تواند بسیار موفقیت آمیز هم باشد. ما مشتاقانه منتظر آن هستیم. همه چیز از ابتدا سخت خواهد بود. راستش این تقویم سخت و فشردگی بازی ها در تعطیلات تابستانی نیز آرامشم را برهم زده بود. کاپیتان کارواخال به وضوح گفت: شما نمیتوانید 72 بازی در یک فصل انجام دهید. فقط سطح خوبتان با این همه بازی ها و صفر غیر ممکن است. من فکر میکنم نهادهای مربوطه باید این را تجزیه و تحلیل کنند، زیرا عملا این همه بازی ها غیر ممکن است. سطح بازیکنان و نیز بازی ها افت خواهد کرد.
فیده والبرده هم حرفای کار و خال را تایید کرد و از تقویم که سخت‌تر از همیشه خواهد بود شکایت کرد. ترس از مصدومیت و فاصله اندک بین استراحت و بازی رختکن ریال را آشفته کرده است. به همین دلیل آنجلوتی گفت: ما بازی‌های زیاد داریم و نقش نیمکت نشینان مهم خواهد بود. آنچه بازیکنان فکر می‌کنند مهمترین چیز است. آنچه فیده و دنی گفته‌اند کاملاً واضح است، زیرا آنها کسانی هستند که در بازی‌ها آسیب می‌بینند. هری کین در طول سالیان طولانی که پیراهن تاتنهام را در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس به تن داشت، هرگز موفق نشد هیچ جام را بالای سر ببرد و بسیاری معتقد هستند که دلیل اصلی او برای ترک این باشگاه و پیوستن به بایرن مونیخ در پنجره نقل و انتقالات تابستانی سال گذشته هم همین بوده است. با این حال شرایط مطابق میل این بازیکن پیش نرفت و بایرن مونیخ قهرمان بالمنازع بیشتر از یک دهه اخیر رقابت‌های بوندسلیگا بود، نتوانست در فصل گذشته جام را به دست آورد و این اتفاق فشارها روی این ستاره انگلیسی را بیش از پیش افزایش داد، اما او همچنان به کسب عنوان قهرمانی با این تیم امیدوار است. کین در آستانه شروع فصل جدید رقابت‌های بوندسلیگا بر روزنامه بیلد گفت: من می‌خواهم به گلزنی و کمک به تیم ادامه دهم، اما هدف اصلی من این است که جام‌های را به دست آورم. ما باید بایرن مونیخ را دوباره به مسیر قهرمانی برگردانیم. این هدف اصلی من و باشگاه است. کار آسان نخواهد بود، اما مربی خیلی خوب داریم. همه انرژی بالا و سرزندگی زیاد در تیم دارند و این موضوع در تمرینات مشخص است. ما شاهد این موضوع در مسابقات هم خواهیم بود. من بسیار هیجان زده هستم که ببینم شرایط چطور پیش خواهد رفت. مالکیت تو و همچنین موقعیت گلزنی ما بسیار زیاد است. امیدوارم که شانس زیاد برای گلزنی داشته باشم و تعداد کم از آنها را خراب کنم. بارسا می تواند بهتر یا بدتر بازی کند، اما این مسئله ای است که با گذشت زمان حل می شود و به خصوص در مورد باشگاه بارسلونا که نسل از بازیکنان دارد که هر تیم دوست دارد آنها را در اختیار داشته باشد. مشکل فعلی بارسا چیز دیگری است، عدم منطق و استدلال در ساختار مدیریتی که در تضاد با قدرت جوانانش است. بارسا هانسی فلیک مربی جدید را 2 ماه قبل از معرفی پنهان کرده بود و در طور ایالات متحده باشگاه حتی یک مصاحبه رسانه‌ای با او انجام نداد. دانی اولمو و پایو ویکتور خریدهای جدید دوشنبه شب قبل از بازی خوان گامپر در حالی که میکروفون در دست داشتند به هواداران معرفی شدند و رئیس باشگاه یعنی لاپورته که ظاهرا استعداد بیشتر در مواجهه با مطبوعات دارد خود را از رسانه‌ها پنهان کرده بود. اینجا دیگر وقت حرف زدن او بود ولی خبر نشد. سوالات زیاد دیگر برای پرسیدن وجود دارد. فراتر از شکست مقابل موناکو در یک بازی دوستانه که به اندازه پیروزی‌های تور مهم یا به اهمیت است، ابهامات باشگاه حول محدودیت دستمزد، قرارداد با آرامورگ برای پوشش عدم پرداخت 40 میلیون یوروی شرکت لیبرو، یک ترکیب ناهمگون، آینده ویتور روکه، تبلیغات بی‌معنا درباره احتمال جذب نیکو ویلیامز و این که قرارداد چند بازیکن تا روز شنبه و بازی با والنسیا ثبت خواهد شد ادامه دارد. شبهات زیاده که باشگاه در مقابل آنها سکوت نگران کننده را حفظ میکند و از هر گونه بیانیه اجتناب کرده است. دوشنبه در گامپر مسابقه که قرار بود جشن بارسلونا باشد، اولین سوت‌های اعتراضی به گوش رسید و فراتر از پروژه‌هایی که تکمیل آنها دشوار به نظر می‌رسد، مانند بمب دوزای مکرر و خسته کننده امضای قرارداد با نیکو ویلیامز و خریدهای دیگر مثل دیاز و کانته، هواداران نیاز به توزیع یک نقشه راه دارد. البته اگر وجود داشته باشد. خطر حذف بوکس از المپیک جدی شده است. این موضوع اخیراً از سوی توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک نیز تایید شد. نباید فراموش کرد که بوکس در بازی‌های المپیک 2028 لس آنجلس جای ندارد و بعید است که نتایج المپیک پاریس مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک را قانع کرده باشند تا بوکس را در المپیک بعدی هم قرار دهند. میزبان بازی‌های آینده المپیک آمریکاست که اختلاف زیاد با سران اتحادیه جهانی بوکس دارد. اختلاف بین کمیته بین‌المللی المپیک و انجمن بین‌المللی بوکس روز به روز پیچیده‌تر شده است. موضع IOC بسیار روشن است. این نهاد با شرایط فعلی اجازه حضور بوکس را در بازی‌های لس آنجلس نخواهد داد و اگر فدراسیون جهانی بوکس می‌خواهد ورزشکارانش در المپیک حضور داشته باشند، باید تغییر و تحولات زیاد در بخش مدیریتش ایجاد کند. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک عنوان کرد مسئولان بوکس باید الزامات را که IOC برای یک فدراسیون بین‌المللی تعیین می‌کند رعایت کند. او همچنین افزود تصمیم نهایی درباره سرنوشت بوکس در المپیک 2025 گرفته خواهد شد. خود مسابقات بوکس المپیک نیز خالی از حاشیه نبود. فقط با ماجرای ورود لین بوتینگ از تایوان و ایمان خلیف نماینده الجزایر نگاه کنید که به دلیل رد شدن از آزمون تعیین جنسیت از مسابقات جهانی 2023 محروم شدند، ولی هر دو ورزشکار در پاریس مدال طلا گرفتند. المپیک هرگز اوج بوکس جهانی تلقی نشده است و بوکسرهای آماتور در المپیک رقابت داشتند. بنابراین بوکس با وجود بیش از یک قرن سابقه حضور در المپیک آماده هست از این بازی هاست. آمریکا به راحتی میتواند در لس آنجلس 2028 از این ورزش دفاع کند، اما واقعیت این است که هیچ کس در آمریکا از حفظ بوکس در المپیک سود خاصی نمیبرد، چون بوکس دیگر ورزش مدال آور برای آمریکا نیست. آمریکا آخرین بار در سال 2016 موفق شد طلای المپیک را در بوکس کسب کند و بوکسرهای آمریکایی در پاریس تنها به یک برنز بسنده کردند. این در شرایط است که چین رقیب اصلی آمریکا در جدول مدالی 3 طلا را از این رشته به دست آورد. بنابراین با توجه به رقابت المپیک در شمارش مدال برای آمریکا بهتر از بوکس در بازی‌های لس آنجلس 2028 نباشد.
روزنامه مارکا از نگرانی در رئال مادرید قبل از دیدار برابر آتالانتا نوشت. این روزنامه اسپانیایی نوشت: در تمرین اخیر رئال مادرید شومینی تکل خشن روی پای کاماوینگا رفت که این باعث شد تا او با فریاد بلند روی زمین بیفتد و تمرین برای دقایق تعطیل شود. کادر پزشکی خیلی زود برای معالجه کاماوینگا برای سر او حاضر شدند. این بازیکن فرانسوی نتوانست تمرین را ادامه دهد. او در حالی که بسیار عصبانی بود زمین را ترک کرد و پیراهنش را بر زمین کوبید. به نظر می رسد کاماوینگا نمیتواند رئال مادرید را در دیدار برابر آتالانتا همراهی کند. کالانجلوتی به هیچ وجه دوست ندارد که کاماوینگا را از دست بدهد، چرا که او بازیکن چند پوسته است و در فصلی که گذشت از بازیکنان خوب رئال مادرید بود. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.